السلام علیکم افغانستان بنڈال لنه جبه سره خو دې وکړه تاسو روغ او جوړ اوسئ او تاسو لمون سره یو شسته ماسخته نه یا ماشامه په دې بنډار کې فایل کړی وي او همدې سره زما د یلدا جانې خوا ته او دا درته هم چې شنبه ورځ نو تاسو ویل ضرورت نشته نو تاسو ایمیل مونږ ته لګلی شئ او د فیسبوک پاڼې ادرس هم دا وخت په تلویزیون تاسو ښکاریږي او انسټاګرام اکاونټ چې دی د بنډار هغلته هم تاسو خپلې پوښتنې میسج یا کمنټ پرېښودی شئ او دا درته هم چې موسیقي هم دلته لرو او دغه ټول کمنټ او ډېر مهم چې څه دي هغه دا دی چې باید مونږ او تاسو ولاړ شو د اریانا تلویزیون یوټیوب چینل ته ځکه چې الته زمونږ کم ویډیوز ګوري د بنډار الته چې کم کمنټ پرېږدي هغه به هم خبرونه کې شامل وم هم دې سره زما د یلدا جان خوا ته ځکه چې یلدا جان بیا مونږ او تاسو ته څه نه څه تیاری لري خو نه چې څه تیار کړی دي هغه زمانه دي خوښ ځکه چې هغه نن دا څه تیاری هغه خلک چاغي امو تاسو ته سلام نجیبه جان خوب هستی خوش آمدی یک سلام به تمام بینده عزیز آرزو میکنم مثل همیشه خوشحال و سرحال باشین دوست عزیز من امشب خواستم به شما شامی دست درست کنم اینه می هدست خو مردم چاق میکنه خود چاق میکنه دیگه یک ما تو تنها میخواییم چاق نشیم دیگه مردم خو میخواییم که چاق شد آفرین راز گفتی خوب گفتی خواه عدس از دوست عزیز هارد است تخم است نمک آدی است مرچ سرخ است مرچ سیاه است و تخم گشنیچ می باشه اگه دفعه میریم ریکارتش رو میبینیم چند شده باز میرین ترس تایشه به شما میدیم شامی عدس بیل غوخی لازمه مواد پاخشوی عدس یو نیمه پیاله شل افغانی هگه سلور دانه اته ویشت افغانی وچه دوده یا ترمیده اوره دو گیلاس شل افغانی غوری دی ضرورت ور مرچ و مساله دی ضرورت ور. خوی یلدا جان چی تو پخته کنیم؟ دوست عزیز یک نیم پیاله عدس داشتیم. عدس قبلا جوش دادیم. اگه میتونین که برای چاشت آماده کنین، شب میتونین که عدستان تر کنین، با صبح میل از ماشین گوشت بکشین. اگه یکم تاجل میخواین که درست کنین، میتونین که جوش بدین، با دز از ماشین گوشت بکشین دوست عزیز. یک پیاله آرد است ایش اضافه میکنیم. 4 عدد تخم است، مرچ سرخ است، نمک آدی است، مرچ سیاه و تخم گشنیچ مندازیم به مقدار لازم و اینا رو میکس میکنیم. وقتی لازم است چقدر؟ اینه می یک نیم پیاله عدس که بله، یک قاشق مربا خوری مرچ سیاه پردین، یک قاشق نمک برتین، یک قاشق تخم گشنیج برتین و نیم قاشق مرچ سرخ. اگه زیادتر تون خوش داشتین چند نوا قاشق هست؟ یک قاشق اینجا است. قاشق مربا خوری. خوب مربا خوری. مربا خوری گفتم برشم. بله. بعد از این دوستای عزیزی را که مکس کردین، امرای تخم و آرد و امرای مساله جات که مکسش کردین دوستای عزیز، بعد از اون میتونین امرای مثل شامی کباب باره جورش کردین و روغن بندازین. روغن بانین که کم داغ شد، بعد از اون حرارت کم کردین، بر حرارت کم میره پخته کنین که خوب مغزش پخته شد و مغزش خمیرک نمانه. و امرای نان گرم نوش جان کنین. عالی. دم که ولی چی سپینی وریزی ور سره؟ فارسی بگو نجیبه جان. چند ماه میشه که برنامه ما از پختو که ما به فارسی گپ میزنم یعنی می چند ماه میشه که خودت کتم هستی علی اینقدر پشتو نمیفهمی باید ما خودت نه نه نجیبه جان هیچ پشتو رو نمیفهمم هر چی که کوشش میکنم هیچ نمیشه خب ما چی را باز دری را یاد گرفتم چی تو علاقه داشتی من نجیبه جان علاقه ندارم دیدین او کسایی که پشتو گپ زدن نمیتونم علاقه ندارن پوینت تو بی نوتد بگو باش باز از این باز که پشتو کتی پشتو علاقه نداره باز ما کتیشان گبم نمیزنی نه نه نجیبه جان نو وی تو خو نمیشه دیگه نه آه اول نسی لمنگ سر زمانگ ده موسیقی تکرار تیم هم لمنگ سر ناسته زمانگ ده نن ورزی سندرغاله چی ده نوید کاری زیده آغا تا او رباب بانی فاروق فقیری او دولک بانی شاکر فیزی او ارمونیم بانی همه جان ده لمنگ سر تا سطول تا شراغ لاست وایم تشکر سلامت باشین خوش باشین تشکر از اینکه آمدین در برنامه و ما فکر میکنیم که امروز بسیار خندانای شاد و خوبی می داشته باشیم بس فارسی خلاص مرم قارم آمده چرا باید فارسی گپ میذارم این نمی آشپز ما هیچ سال یک سال خوب میشه تقریبا که ما در برنامه هستیم یاد نمیگیره او تاسو څنګه والا خدا از پختو باندې سو پویګم او فارسی باندې پویګم با افتخارش با افتخار بنوی جان یک خودت هم کلپ کنی باید شاکر جان دیره مانه کلپ کن مام چا کنم آه دیگه براستی آه یا وقت خبر داره چی نن در اخبروانه که ما اخبال سندریم طول پختو می انتخاب کرده آه دیر خواه مولا خیتر داله که انشاءالله تاست مانه نه خیر اسی طول لیدون که تا هم مانه نه پشتو میگید ما فارسی شیر شکر هستیم بس په دې باندې ګپ تېره وه ګپ ورکوم مونږ ته شیر شکر هستیم شیر شي چه رقم شي خودت شکر هست یا شیر ما شکر خو شکر ما زیاد شد ولی ما شیر شم خودت شکر
خا سیدا نو راځي چې زو یو خایسته غونې نغمه د شاکر جان او فاروق جان هله کوم حمید جان نه چې مونږ ته ووري بیا غینه روس سندري هم اور راشه جانا نن ورځ د دیدن دا سبب بنوي دیدنونه خایسته نغمه وروله او د دې یو معنی دا هم ده چې یو بل سره ګول یو بل توخ ورکوینن سبا ټول خلک په خپل ژوند کې د سیمسرو بیا چې خبرې وي فلانه خو چې د نوس په دنیا کې نشته نو دوستانو سره خپلوانو سره همکارانو سره کې نه سبب بنې دیدنونه هم دې سره فکر کوم چې د ما واخلو د مینو ورسره زو به بندار ادامه ورکو